خب درود بر شما، روزتون بخیر. با یک برنامه دیگه در رادیو ندای اتحاد در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. این صحبت امروز ما در مورد سخنرانی پرزیدنت دونالد ترامپ هست که دیشب ایراد کردنشون و نام خلیج فارس رو خلیج عربی عنوان کردن و همین باعث واکنش خیلی از کنشگرهای سیاسی شد و خیلی از ایرانی ها به این واکنش نشون دادن و همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی درباره این قضیه موضع‌گیری‌هایی کرده و داره مطالبی رو میگه. الان در خدمت آقای مهدی میرقادری عزیز، مبارز نسو هستیم، فعال سیاسی هوادار پادشاهی، وبلاگ نویس و نویسنده کتاب ملی گرایان مردم گرا. من درود میفرستم بهت مهدی عزیزم، خوش آمدی به رادیو ندای اتحاد. ما تریبون رو در اختیار شما میذاریم تا راحت بتونین که تحلیلتون رو در این باره و صحبتاتون رو در این باره به شنوندگان رادیو ندای اتحاد بفرمایید. درود بر شما سیامک گرامی، درود بر همه شنوندگان عزیز. بحثی که دیشب در برنامه سخنرانی پرزیدنت ترامپ پیش اومد، همون بحث قدیمی خلیج فارس هست که بعضن به اشتباه توسط عده‌ای خلیج عربی نامیده میشه که سبب دلازردگی تعدادی از میهن پرستان شد و به این موضوع به هر حال یاران اعتراض کردن. اولینش خود من که رفتم در هم توییتر و هم صفحه پرزیدنت ترامپ یک کامنتی نوشتم، ضمن اینکه از صحبت ایشون در باب تحریم سپاه، در باب گذاشتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی تشکر کردم. این موضوع رو هم بیان کردم که ملت ایران نسبت به مسئله خلیج فارس حساس هست و ملت ایران بر سر این موضوع کوتاه نمیاد و این موضوع درست نیست که الان استفاده بشه وقتی که شما میاید و حداقل چندین دقیقه در باب تمدن ایرانیان و ملت بزرگ ایران صحبت میکنید. یک کلمه میتونه باعث بشه که روابط و دوستی دو ملت ایران و آمریکا به هم بخوره، که اتفاقا کامنت بسیار هم استقبال شد در صفحه رسمی پرزیدنت ترامپ که بیش از 25 میلیون نفر کاربر داره و ایشون رو دنبال میکنن و بسیارانی از آمریکایی ها به این موضوع لایک زده بودن، سپاسگزاری کردن، حتی بسیاریشون برای من درخواست دوستی فرستادن. ولی همه این قضایا رو بگذاریم کنار، جناب دونالد ترامپ قسمت‌های اعظم صحبتش رو از ملت ایران تعریف کرد و ملت ایران رو ملت بزرگی دونست. هر جا خواست از حکومت نام ببره به حکومت رژیم ایران گفت، که میدونید رژیم همیشه بار منفی داره، و گفت که راه اینها از راه ملت جدا هست، اینها ملت رو توی جنبش سبز سرکوب کردند، در عوض حسین اوباما به رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی پول داد، رژیم جمهوری اسلامی باعث شد که سرکوب ها و کشتاری از سربازان آمریکایی صورت بگیره و از این صحبت هایی که بسیار هم خوب بود، مفید بود و استقبال میکنیم ما از این صحبت، بجز قسمتی که در باب خلیج فارس بود. حالا این هم مشخص نیست که به چه صورت بوده، هنوز ما منتظریم تا یک واکنش رسمی هم ببینیم در این قضیه. یک مسئله رو هم ما باید توجه کنیم و اون مسئله این هست که الان بی بی سی فارسی، بعضی از کارمندان رادیو فردا، اینها شدن دلسوز خلیج فارس و این موضوع خنددار هست و مسخره هست و اینهایی که اصلا در صدد بی بی سی رو که میشناسید، در صدد تک پاره کردن ایران هستند، یک دفعه شدن دلسوز خلیج فارس. و وقتی ما این رو میبینیم و میبینیم که آخوند حسن روحانی که از اون عبا و عمامش بگیرید تا اون فامیلش که از فریدون فامیل بسیار زیبایی داشته و تغییر داده به روحانی، تا اون ریش و پشمش و همه اینها عربی هست، اینها شدن دلسوز خلیج فارس. و این مسئله است که دوستان باید دقت کنند و در دام این بازی ها نیفتند. موضع‌گیری میخواهید بکنید در برابر خلیج فارس، درسته موضع‌گیری کنید، ولیکن با رژیم همسو نشید.
موضع‌گیری هوشمندانه به گونه ای هست که ما بیایم و بگیم که ما تشکر میکنیم از این سخنرانی خوب، ما تشکر میکنیم از اینکه سپاه رو در لیست تروریستی قرار دادید، چون که اینها ملت ایران رو به بند کشیدند و در سرکوب ملت ایران نقش دارند. ما تشکر میکنیم از اینکه حکومت رو، راه حکومت ایران رو از راه ملت ایران جدا کردید. این حکومت، حکومت اشغالگر، جمهوری اشغالگر اسلامی هست و منتخب مردم نیست. از اینها سپاسگزاری میکنیم، ولی این مسئله هم روش مشکل داریم. این میشه موضع‌گیری ملی، موضع‌گیری منطقی روی مسئله خلیج فارس. ما مشکل داریم جناب ترامپ، این رو لطفاً رعایت کنید و اصلاح کنید. این میشه یک موضع‌گیری ملی. ولی که بدویم دنبال رژیم و با رژیم همسو بشیم بسیار شنیع هست و بسیار نادرست هست. کسانی که در همین فیسبوک میدیدم، در همین به قولی توییتر، اینها ازشون صدا در نمی اومد، الان همه زبون باز کردن. یکی از معجزات پرزیدنت ترامپ این است که لالها رو شفا میده. کسانی که تو این فیسبوک اینا لال بودن، نهایت کاری میکردن یه پست درباره غذا و خوراکی، حالا امروز رفتیم گردش و اینا میگذاشتن، الان همه زبون در آوردن. بله، خلیج فارسمون رو گفتن خلیج عربی. خب شما یک حکومت عربی روی ملتتون حاکم هست اگر این چنینه، یک حکومت که از صحراهای عربستان اومده، از روزی که به دنیا میاد یک ایرانی تو گوشش از اون میگن، به اجبار باید حجاب عربی بپوشن مردم، به اجبار باید سر سفره هفت سینش نمیدونم یا مقلب القلوب بگن، از این نوع کارهایی که اصلا فرهنگ ما رو عربیزه کردن. حالا با یک کلمه این آخوندها مشکل پیدا کردن. من باور نمی کنم که از روی صداقت باشه و باید بسیار مواظب بود که اینها نتونند این خط رو بیان و این شکاف رو ایجاد کنند. من بسیار مشکوک هستم که این دستکاری که در مصاحبه ترامپ شد اصلا یه نوع دستکاری باشه، از همون تیم باقی مونده اوباما باشه که با این رژیم زد و بند داشتن. عوض کردن یک کلمه کار نداره، این همه اسم هست. مثلا عده دوستان میگن که این رو منظور ترامپ دریای عربی و دریای سرخ بوده، یکی عده دیگه میگن نه این تغییر یافته. به هر روی همه چیز در این مورد موجود هست، همه آلترناتیف ها موجود است. جایی که خوب بود تشکر کنید، جایی که مشکل دارید هم محترمانه اعتراض کنید. همیشه اعتراض محترمانه است که شنیده میشه، نه اینکه شروع کنید فحاشی کردن تو این فیسبوک و غیره. من خودم یک میگم که یک کامنت بسیار محترمانه نوشتم و در این کامنت محترمانه مورد استقبال آمریکایی ها واقع شد. این مهمه دوستان، جو بسیار مهم هست و باید ما ملت ها رو، کسانی که، مردمی که غیر از ایرانی هستن تحت تأثیر قرار بدیم. خب مهدی جان، این کاملا صحیح هست. پرزیدنت دونالد ترامپ توی دوبار سخنرانیشون حسنیتشون رو نسبت به مردم ایران ابراز کردن، اما این مسئله خلیج عربی یک مسئله کهنه است و دعواهای زیادی توی این داستان پیش اومده و خیلی از مبارز نماها هم روی این مسئله خیلی تاکید کردن و راجبه این خیلی پارپاگانده های کردن و خیلی مسائل رو بابت این قضیه پیش آوردن. شما پیشبینی میکنین در چند روز آینده رژیم و نیروهای وابسته به رژیم و نیروهای اپوزیسیون صادراتی چه استفاده ای از این صحبت ها خواهند کرد و قرار چه اتفاقی با همین یک دیالوگ کوتاه در ایران و بین کنشگران سیاسی و در اپوزیسیون بیفته؟ ببینید، اولین جاهایی رو که باید نگاه کنید آغازداده های صادراتی بیرون از ایران هست، پناهنده های تقلبی هست و کسانی که با خاندان پهلوی مشکل دارن. این چند تا گروه رو ما نام ببریم، تلویزیون های دکوندار مثلا، این دکون هایی که بعضا تو لس آنجلس هستن، اونا رو هم یه نگاه بکنیم ببینیم اینا چه موضعی میگیرن. گذاشته شدن سپاه در لیست تروریستی یعنی تمام این دکونها بسته، یعنی تمام این پولهایی که پول ملت ایران رو می دزدیدن و می دادن به اینها که برای رژیم تبلیغ کنن تعطیل می شود.
و این کمک میکنه به مردم داخل کشور برای مبارزه بیشتر، برای اینکه از این ظلم و ستم رها پیدا کنند و اینها از این مسئله سوختن، وگرنه برای آخوند روحانی که سر نداره ایران رو ببینه و حکومت ملی ایران رو ببینه، خلیج فارس اهمیت داره؟ خنده داره. اینها وقتی که دم از خلیج فارس میزنن آدم میخواد بخنده به این صحبت. کسی که لباس عربی پوشیده، لباس عربی منظورم لباس آخوندیست، به دوستان عرب زبان کشورمون توهین نشه، اونها عرب زبانان کشور ما هستند و از مردم ما هستند، ولی دم از خلیج فارس زدن توسط اینها که میخواستن در اول انقلاب خلیج فارس رو بکنن خلیج اسلامی، خنددار هست. مشکل بسیاری از عزیزانم این هست که بینش سیاسی عمیق ندارند. هر جایی که یک نفر یک صحبت مهملی رو کرد سریعا دنبالش میفتن و جوگیر میشن، احساساتی میشن، عمیق برخورد نمیکنن به قضیه، چون انسان باید در مبارزه سیاسی یک سری انعطاف ها رو هم داشته باشه، نگاه کنه ببینه کجا به سود ملت هست، کجا به ضرر ملت هست، و این بینش عمیق سیاسی هست که میتونه مانع این بشه که مثلا سر یک کلمه از یک مصاحبه 30-40 دقیقه‌ای، از یک صحبت 30-40 دقیقه‌ای بیایم و شروع کنیم به دشمنی با پرزیدنت ترامپ. مثلا حالا شما رفتید فحش دادید تو صفحه ترامپ، هم فحش نوشتید و اینها، تموم شد، الان پرزیدنت ترامپ دیگه کاری نداره، دست از اون سیاستاش میکشه؟ نه، ولی شما میتونید خیلی محترمانه این کار رو انجام بدید، خیلی با سیاست انجام بدید، با ارتباط گیری با دفتر پرزیدنت ترامپ انجام بدید. ولی خب نمیخواید، چون اینها سرخطهاش و سرمنشهاش از نایاک میاد، از اینجور جاها میاد. و برید نگاه کنید همه این اعضای تقلبی که وجود دارن، چه در اپوزیسیون چه به نفع رژیم هستن، به خصوص نایاکی ها، به خصوص دکونداران لس آنجلس بعضی هاشون و پناهنده های تقلبی که از این کلمه سوء استفاده میکنند، ما میتونیم خط مشی رژیم رو هم پی ببریم. پس پیشبینی من این هست که نیاز نداره حتی به 3-4 روز آینده نگاه کنیم، همین از همین دیشب شروع شد این کار، از همین دیشب توسط همین افراد شروع شد. ولی اولین نفری که اعتراض معقول و منطقی و محترمانه کرد، به جرات میتونم بگم خود من و یارانم بودیم که رفتیم در صفحه پرزیدنت ترامپ، هم تشکر کردیم هم تذکر دادیم که این کار صحیح نیست. چرا؟ چون ما دیدگاه ملی گرایانه داریم، دیدگاه ملی همه چیز رو بر اساس منافع ملی میبینه، نه بر اساس اینکه حالا ما دشمنی داریم مثلا با فلان شخص، بیایم اینجا این رو این رو، ما مثلا عضو حزب دموکرات آمریکا هستیم، بیایم به ترامپ حمله کنیم، نه، اینا برای ما اهمیتی نداره. دیدگاه ما دیدگاه ملی هست و به نفع ملت ایران، و هر چیزی که به نفع ملت ایران باشه رو اگر مفید باشه استقبال میکنیم، مضر باشه تذکر میدیم، سعی میکنیم اصلاحش کنیم و سعی میکنیم درستش کنیم. خب سپاسگزارم مهدی جان عزیزم، خسته نباشید. این واسه سوال آخر من میخواستم یک پرسشی رو مطرح بکنم. توی سخنرانی قبلی دونالد ترامپ خیلی از کنشگران سیاسی گفتن که صحبت‌های پرزیدنت ترامپ تحت تأثیر اپوزیسیون بوده و انگار اپوزیسیون این رو توی دهان دونالد ترامپ گذاشته. این رو چه شکلی می‌بینی و به چه شکلی این رو تفسیر می‌کنی؟ اینی که رئیس جمهور امریکا بیاد و صحبت‌هایی بکنه که مستقیما با مردم باشه،
این اولین بار هست که بنده شنیدم رئیس جمهوری که اینجوری مستقیما با مردم ایران صحبت کرده باشه، چون معمولا اون رو ایران میگفتن و مردم ایران رو خطاب قرار نمیدادن، مخصوصا در زمان فعلی. این رو چجوری میبینید و آیا این رو باید به چشمه پیروزی نگاه بکنیم؟ آیا صحبت های اپوزیسیون تأثیری داشته و حرکت های اپوزیسیون واقعی تأثیری تو این حرکت داشته یا خیر؟ یا دلیل دیگه رو توی این مسئله شما میبینید؟ در سخنرانی که پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل متحد انجام داد، اون بسیار انگار اصلا از دهان اپوزیسیون صحبت میکرد. من هم یعنی هر کسی میخواست این گونه از این تریبون سازمان ملل به نفع ملت ایران استفاده کنه، امکانش نبود که این چنین به مانند پرزیدنت ترامپ بره و این همه آدم هم گوش کنن. و بسیار سخنرانیش خوب بود و بسیار سخنرانی که در سازمان ملل داشت به نفع ملت ایران بود، نشون میداد که یا مشاورین خوبی داره یا منطقه رو و مردم ایران رو به خوبی میشناسه. گرچه پرزیدنت ترامپ چندین بار در مصاحبهش گفته ایران از سال 1979 رو به تخریب رفته، از روزی که ملاها اومدن اعلی حضرت رو به خوبی میشناسه، چون که بارها این مسئله رو عنوان کرده، حتی درون یک کتابش این مسئله رو آورده. الان اسم کتاب دقیقا خاطرم نیست، این کتاب سال 2015 انتشار یافت و این مسئله رو به خوبی عنوان کرده که این کشور توسط حکومت آخوندی رو به نابودی رفت. و این مسئله مهم هست که رئیس جمهور آمریکا منطقه رو به خوبی بشناسه و آخوند رو به خوبی بشناسه و حساب ملت رو جدا کنه از حساب آخوند، چون واقعا ما که شکل این آخوندها نیستیم، به مانند این آخوندها نیستیم، تفکر ما هم به مانند آخوندها نیست. به خاطر همین موضوع خیلی استقبال شد از این مسئله، از این صحبت پرزیدنت ترامپ. و هیچ کدوم از رئیس جمهورها، به درستی گفتی، هیچ کدوم از این رئیس جمهورهای آمریکا تا کنون حساب مردم ایران رو جدا نکرده. همیشه گفتن ایران ایران ایران. رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر یعنی پرزیدنت ترامپ همیشه میگه رژیم ایران. این خیلی مهم هست و بار سیاسی داره، یعنی مردم ایران نه، رژیم ایران. ولی خود همین جمهوری اسلامی به قول پرزیدنت ترامپ شعارش این هست: مرگ بر آمریکا. حالا مردم آمریکا باشن، حکومت آمریکا باشه، دولت آمریکا، یعنی مرگ بر کلیه آمریکایی‌ها و حکومت آمریکا، دولت آمریکا، کشور آمریکا. خب ببینید چه شعار زشت و زننده‌ای است. و به عبارتی ما اولین شخصی رو می‌بینیم که در این سیستم آمریکا از روزی که به قدرت از روزی که آخوندها به قدرت رسیدند این چنین جلوشون ایستاده و سازشی نداره. هر کدوم از رئیس جمهورهای پیشین حالا یکم کمتر یکم بیشتر یه جورایی سازش کردن با آخوندها، یا اگه سازش هم نکردن لااقل کاری هم در مقابلشون نکردن. ولی خب می‌بینیم که پرزیدنت ترامپ در گام اول اینها رو گذاشت تو لیست گروه‌های تروریستی. به علت این هست که زیاد خوشایند بسیارانی نیست، لابی های رژیم نیست، بچه آخوندی که اومده خارج کشور نیست، و اینها هستند که این روزها تو سر خودشون میزنند و معترض هستند و ناراحت هستند از این مسئله، چون که حرکات پرزیدنت ترامپ در جهت مخالفت با این آقایون هست. و خدمت شما عارض باشم به عنوان آخرین نکته، ما باید هوشمند باشیم، ملت ما باید هوشمند باشه و فریب این افراد رو نخوره. اینها به مانند همون آخوندهای دکانداران دین فروش، دکاندار ناسیونالیست فروش هم داریم ما، دکاندار ملیگرای فروش هم داریم ما. اینا اسامی هست، اسامی رو استفاده میکنن، یه چیز رو میخوان به شما بفروشن، به شما غالب کنن، ولی در اصل رژیم رو نگه دارن. اصل کار نگهداشت رژیمه. فریب این افراد رو نخورید دوستان،
و با هم متحد و یک سو باشید تا روزی که ما بتونیم کشورمون رو از حکومت، از جمهوری اشغالگر اسلامی پس بگیریم. اینها در 38 سال پیش کشور ما رو با یک کودتا، با یک شورش اشغال کردن این اسلامگرایان به کمک مارکسیستا، و ما باید کشورمون رو پس بگیریم. هر کس هم میگه که ما نه به کمک خارجی احتیاج نداریم، از این صحبت ها، از این قمپوس ها در میکنن، به کمک آمریکا احتیاج نداریم. خود آمریکا اینها رو آورده. این حرف رو مگه همیشه خودتون نمیزنید؟ پس خودش هم باید ببره. درسته که ما هم در این سو فعالیت میکنیم، این به معنی این نیست که ما بشینیم کنار، ما فعالیتمون رو میکنیم، ولی آمریکا خودش این ننگ 1979 توسط جیمی کارتر به کشور ما صادر شد، این تاون رو باید ورداره و ببره از کشور. و ما یک کشوری میخوایم به مانند پیش از انقلاب اسلامی، ولی با یک حکومت پیشرفت‌تر، دموکراتیک‌تر، حکومتی که پارلمانی باشه، پادشاهی باشه، از نظر من، شاید از نظر خیلی‌ها جمهوری دوست دارن، ولی که به یک آزادی و رفاه اقتصادی برسیم که مردم ما خوشبخت باشن. طول عمر هر انسان کوتاه است دوستان، نهایتش 80 ساله که خیلی از این 80 سال هم در پیری به سر میبره انسان. یک انسان باید بتونه در زندگیش خوب زندگی کنه، راحت زندگی کنه، و اون رو ما برای مردم کشورمون میخواییم. هدف من در درجه اول این هست که مردمان کشورم خوب زندگی کنن، تمامیت ارضی کشورم حفظ بشه، کشورم، وقتی که میگم ایرانی هستم، سرمو بالا بگیرم. این چیزای ساده ای هست که میخوام و بهش اعتقاد دارم. سپاسگزار از شما سیامک عزیز و بدرود میگم. سپاسگزارم ازت گرامی، خوش آمدی به رادیو خودت. امیدوارم که دفعات بعد در خدمتون باشیم با بحث های دیگه، و این هم آرزوی تمامی ماست. امیدوارم که به این آرزوها برسیم و امیدوارم که ایران رو آباد ببینیم. خب شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که وقتتون رو گذاشتین، امیدوارم مقبول واقع شما قرار گرفته باشه، راهی ارتباطی رو با ما بلد هستید و میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از این راه ها به ما برسونید تا ما بتونیم برنامه های بهتر رو به شما ارائه بدیم، و امیدوارم بکوشیم تا هوشیار باشیم، مطالعه کنیم، تا خوب متوجه بشیم، تا به وسیله گوش و به وسیله احساسات گول نخوریم عزیزان، چون که تنها نقطه ضعف ما ایرانی ها همیشه احساسات ما بوده. احساساتتون همیشه زیبا باشه و خالی از سوء استفاده‌گران، پاینده و پیروز باشید. زنده باد ایران. اینجا رادیو ندای اتحاد است، صدای ما را از قلب خودتان شنوید.